سلام میکنم سلام. به برعکس یوتیوب، خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه از ریاکشن رکورد. اومدیم با آلبوم جدید فرشاد، فکر میکنم اسم آلبومش نویسنده باشه، و 16 تا ترک داره. پر ویو ترین ترکش هم ترک تسخیری که اولین ترک آلبوم است، آلبوم هم هست، و 40K ویو داره. بریم که بشنویم تسخیر از فرشاد عزیز. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. من تا حالا شخصا کاری از فرشاد نشیدم، نمیدونم سبک کارش چطوره، ولی میدونم که علی سورنا هم از این آلبوم حمایت کرده بود و استوری گذاشته بود در رابطه با این آلبوم، و عکس کاور هم یه عکس خیلی عجیبیه به نظرم. نمیدونم چرا اینطور آدمه که وحشت کرده، دو سه چهار تا دست خونی هم دارن انگار تسخیرش میکنن. شاید اسم خودشم تسخیر. آره احتمال زیاد این میتونه باشه. آن نوشته اینجا مجموعه بلند، نویسنده کلام اجرا فرشاد، آهنگسازی و میکس فرشاد، استم مسترینگ هم آرمین خیردان، جل یگان اسفندیاری، هنرمندان مهمان مازیار خواجیان و نورا، مدیر اجرای علی اسماعیلی. بریم که بشنویم اولین ترک آلبوم تسخیر. یاد ترک تسخیر فدایی افتادم. فضای وهمی داره. آره ترسناک. سکوتی ممتد کر کننده بود سوت گوش. چقدر یه انگار حس علی سورنا رو به من میده سبک کارش. سکوتی ممتد کر کننده بود سوت گوش. بیرمق زلب دیوار رو به رو. از زیر در وارد میشد یه رد خون. سرخورون کهنه پر جنب و جوش، مار پیچ گونه مرموز، احوال خونه مثل هر روز. گم چاره کاغذا پاره، قهوه قهوه کافئین آواره. چقدر قشنگه، قهوه قهوه کافئین آواره. و این داره فکر کنم این چیزی که داره میگه، چون اولین ترک آلبوم فکر کنم یه ربطی با کاور داره، چون میگه روبرو خیره به دیوار، یه سری چیز خون داره از زیر در میجوشه تو مارپیچ. تسخیر افکار شدی، آره. مثلا تسخیر این اتفاقایی که مثلا تو زندگی تو افتاده و اینا شدی، منظورش رو احساس میکنم اینه. و مدل خوندنش هم مثل ناخدا جلال سورنا، من آره میگم من اصلا از صدا اون سبک خوندنش یاد علی سورنا افتاد. قهوه قهوه کافئین آواره، آینه ها رو به دیوار، لامپ های خونه بیکار، کف پر خاکستر، سقف خاطر بیمار. اکنون روی زانو نشست، گذشته داد فتوار. تنهایی 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 تنها، رد خون داشت قد میکشید، بوی بلوا میومد از حمله رشه به پیکر، پوست در نرق ساعت آقب میکشید دست لحظ. فهمیدم چیه، این داره یه حس یه آدمی رو تعریف میکنه که یه جایی چون میگه کف خاکستر، آینه ها رو به دیوار، و اون تصویر سازیه رو تو اون خونه تقریبا خاکستری که داره تو ذهن من میسازه، آره چراغ خاموشه، تصویرش اومد تو ذهن من، تازه کار شروع شد، چقدر قویه. ما میومد از حمله رشه به پیکر، پوست در نرق ساعت آقب میکشید دست لحظه یه ولگر. هیچ جمله ای واسه درد دل نبود، تغییر شکل میداد سرکوب این همه نره به دل درد. ناخانا صفه لذت، خون داشت قد میکشید تو اتاق، داغ جوش پر داده حباب، جلو اتحاد چاله و چاه، گلو بسته بود راه بزاق، کلی حضور. جلو اتحاد چاله و چاه، گلو بسته بود راه بزاق. داره دقیقا از بعد احساسی که درون بدنش اتفاق افتاده تعریف میکنه. آره بعد میگه چون اولش هم میگه رشه اومد به پیکرم، نمیدونم اینجوری شد، بدنم خیس عرق بود. آره. و قشنگ انگار یه داستانه، به صورت یه رمان ما داره میخونیم. میگه تو اتحاد چاله و چاه، یعنی مثلا میگه چاله در اومدی افتادی تو چاه. آره. دقیقا منظورش اتحاد اون دوتا هست. خیلی قشنگ کار. چلو اتحاد چاله و چاه، گلو بسته بود راه بزاق، کلی حضور بدون بدن، افتاده بودم به جون تنم. اونور پده استراب استاده، گردنم صاف به زور یقم، یه کلاق با صورت خورد به پنجره کرد. ببین میگه استرس داره میاد تو وجود من، یعنی میگه یه سری بحران اومده سمت من که اینا بدن نداره. آره. یه سری حسا درون من میره، منو تسخیر میکنه. چون اسم ترک تسخیره. آره.
که اینا بدنی ندارن ولی دارن رو من تاثیر میذاره، باعث میشه پوست بدنم عرق بکنه، باعث میشه من بزاق دهنم روش بسته بشه یا هر چی. خیلی کار قویه. ایستاده گردنم صاف به زوره غم، یه کلاغ با صورت خورد به پنجره، گردن و چرخون جو به سرنوشت نزول رسوب نقصی میشد، حس یه قدم مونده تا شعله بر بشه، صدای پچ پچ وردی عجیب رقصید آغشته به سرعت تر، صد تا دست محلق شد رو هوا، اشاره کردم به پشت سر من برگشتم، خون شده بود تبدیل یه هیبت، بلند قد چهار دست نه تا پا، تکید صورت دو تا شاخ کرخت، چهار دست نه تا پا، تکید صورت کرخت دو تا شاخ، دو تا شاخ. داره همین دستی که روشه داره نشون میده ها. آره داره گرفتش هم خوش. چهار دست نه تا پا، تکید صورت دو تا شاخ کرخت، لزج بی چش بی گوش بی دهن ولی بد صدا. کی هستی؟ از کجا میای؟ اینجا چی؟ خواهد برای فعل خواست آمامن، من خودت دارم من که من که بهت کافر، متاسفانه نمیشه که بشه باورم، از کدوم دوزخی؟ از کجا اومدی؟ از کجا نبله؟ از کی؟ با چه بردی؟ با چه سهری؟ تو کدوم جادو دنیای غیبی؟ منو با خراف از ترس سکسکش گرفته. آره توی قد خبت شما نمیدونم اونجا معلوم میشی یا نه، من مو به تنم سیخ شده اصلا، یه تیکه کارو شده. قشنگ انگار داره تئاتر بازی میکنه. خیلی زیباست. چقدر خوشحالم که شنیدیم واقعا آلبوم نویسنده از فرشاد. بچه‌ها لینک سانکلود چه میذارم توی دیسکریپشن، حتما برید آلبومش رو گوش کنید. ما که فکر میکنم بریم همه کارو ریاکشنش رو میگیریم و میذاریم براتون. اینجاش این موجودی که نه میشنوه نه همون اشاره به بدن نداشتنش دوباره داره میکنه دیگه. میگه نه موجودی که نمیبینه نمیشنوه فقط بد صداست. ناره. خیلی جالب، من یاد یه چیزی افتادم که حالا در ادامه بهش اشاره میکنم. با چه سحری؟ کدوم جادو دنیای غیبی؟ منو با خرافات یکی ندون، نیومدم از خیلی، از من خوابم این یه کابوسه، یه کوسه از ترس من بوسه، یک دقیقه به زندگیز کن توی اون که نحسه، ببین همه راحت کردن گم بی نقشه، حقیقت نداره مثل شومی خونی که جوشیده تو در صرفه تاریخ، بطان تموم کنی نزیتا دیگه نبینم که صدا تو بردی بالا، بیرم خوزده ترس و بیگم بیرم بیرخ بدی بینم من فردی صدا سر با بی وجود وصله ناجو بیرک بیشو بی. میگه تو از کدوم از کجا کجا اومدی؟ با چه سر و چه وردی اومدی؟ اره. بعد اینجا داره فوشش میده بی وجود، نمیدونم بی شرف بی اره فلان. میگه من این چیزه که تو میگی نیستم، دیو دوباره خون شد خزید روی تن برفت توی من زدم بیرون. دیو شد، دیو خون شد رفت توی من، یعنی این در واقع نشان از یه بحران و یه اتفاق و یه استرس و یه چیزی که به سمت شما میاد داشت که نه زبون داره نه بدن داره، به شکل خون میشه میره تو تو و باعث میشه اینقدر به شما فشار بیاد، باعث میشه اینقدر توهمی بشی، اینقدر زندگیت خاکستری بشه و باعث میشه اینجوری پوستتن رو درق بکنه. میدونی تصویر سازیشو همه رو برامون کرد. ببین تماما داره میگه حرف ها و افکار منفی که ما نسبت به خودمون داریم مثل یه خونی که از لای در میریزه، مثلا دیدی یه نفر پشت در میکشن یه خون میریزه، دقیقا اونو تشبیه کرد که اولش تو اتاقی، تو تنهایی، مثلا چراغ روشن نمیکنی، همش داری سیگار میکشی، نمیدونم تنهایی 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 و تنهایی باعث میشه که تو به سه توهمات برسی. نره. و اون خونه که از لای در اومد تو، اومد یه دونه دیو شد و همه این حرفا رو بهش زد که در واقع خودش توی تنهایی میزنه به خودش، بی ارزه بی وجود نمیدونم سربار، همه این حرفا رو به خودش زد و همون خونه که دیو شده بود نره.
دوباره خون شد و این سری چون گرفته بودتشون خون رفت تو وجودش، رفت تو وجودش، رفت بخشی از وجودش شد، بخشی از وجودش، مثل یه کینه ای که میتونه به هر چیزی تشبیهش بدیم. حالا یا میتونه باوره باشه، یا میتونه اون کینه ای باشه، یا میتونه احساس بده باشه. آره، این در سرحد افسردگی و خلأ عاطفی به نظر من قشنگ با یه خیلی کار ولی خفن بود. من پشمام ریخ قشنگ، واقعا کار قشنگ بود. و فکر میکنم اینجوریه که مثلا حالا چون از اولین ترک شروع کردیم، یعنی اینا به هم دیگه ارتباط داشته باشه مثل بعضی از کارهای علی سورنا. آره. من فکر میکنم به این شکل باشه. به هر حال اولین ترک تسخیر تقدیم شما کردیم، خیلی کار خفن بود. لینکش رو حتما توی دیسکریپشن براتون میذارم. این آلبوم جدید فرشاد به اسم نویسنده به تازگی منتشر شده، امیدوارم که شما هم گوش بدید و لذت ببرید. و اگرم خواستید ادامه ریاکشن این آلبوم رو با ما ببینید، میتونید کانال رو سابسکرایب کنید، به محض اینکه ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد، میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو ببینید. من خیلی دوست داشتم کارو و بی صبرانه مشتاقم ببینم ترک های بعدیش چطوره. من همچین موزیکی واقعا نیاز داشتم، خیلی خفن بود و یعنی مطمئن باشید کار خیلی های لولی بودی که علی سورنا حمایتش کرده، چون آره دیگه واقعا های لول بوده کار. دمتون گرم، ممنون که شما هم تا اینجا ویدیو با ما بودید، امیدوارم لذت برده بوده باشید از ویدیو. نویسنده فرشاد، خیلی خفن بود کار، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی مراقب خودتون باشید. چاکریم، خدافظ. خدافظ.